اون رقم که او حرف میزنه هم مگیش بیانگر تربیت خانوادهش است، هم مگیش بیانگر تربیت خانوادهش است. هیچ کس نگوید که از پدر چنان پسر چنین، این گپ شده نمیتونه. گاهی از بلای کم میبینی که بیدر اونه یک رقم اشتباهی سر میزنه که غیر قابل تصور. گاهی از فرشته هم شیطان میروه. هیچ اصلا در این کس شک نداشته باشند. و ضمنا اونمو اصلا یا اونمو تربیت یافته خیابانی که با اونمو شکل او آنچه که از زبانش میبراید تمیز که یا اونمو الفاظ در درون خانه گفته شده برش یا در کوچه یادم در خیابان تربیت شده، بیانگر اونمو تربیتش است. و ضمنا ای که لایه بلایه میگه اونمو تو لایه بلایه به این شکل تربیت شده، اونمو تو دست خورده خودش، اونمو تو یا دست خوردن و دست بردن در خانش فرهنگ بوده عادت بوده، یا اونمو رقم تمام یعنی چیزهای عملا در درون خانه دیده کل اون چیزهای رو میگه شاید هم مگیش از مادرش فرا گرفته باشه. به یه شکلی است، هیچ از اونا گله نکنین، اونا ماف هستن. به خاطر که استاشو همین گرگ خراسان خودت هم بخیر این طرف گرگ خراسان با فیصل پنچیری اینمی دو نفر به می شکل کمیال دمی تصویر دو همسایه هستن، دمو منطقه هم دم جغرافیا هم دو همسایه هستن. دستای سیاه، دستای مزدور، دهنای کرایی، آدم های دور از آزرا سستنظر بی غیرتی که در بدل مز، در بدل گفت، در بدل جایزه و بخشش می آید در بین شما درز ایجاد میکنم و میگه که تو تاجیک پنچیری صاحب امتیاز همه افتخارات هستی، همه پوست ها و بحث های دولتی هستی، اگر معاون رئیس جمهور هم بوده از برکت مبارزات تو بوده، از برکت تلاش های تو بوده. اما تاجیکی که منی که از بلخ هستم میگن نه، شما از جمع تاجیک های دست دو میرین که شما صاحب هیچ گونه اقتدار نبودین و لایق هیچ گونه اقتدار هم نیستین. این خطکشی را، این مرزبندی را، این درجه بندی را کی میکنه؟ یک لابی، اصلا طالب یک لابی شیونیزم قبیله میاید درون ما را فرقه بندی میکنه، دسته بندی میکنه و با اونمو دیوانگی هایش، با اونمو پوش مغزی هایش، با اونمو حالت هایی را که گفته خود سالهای بسته تمام مردم کابل ادرار میکردن در دریای کابل و دریای کابل میبرد، از زیر پل سوخته تیر میشد و اینا در پل سوخته در ادرار مردم سر خودم میشوشتن و غسل خودم میکردن. اینا می آید در لایف من و تو را کلا میگذاره، بین من و تو درز ایجاد میکنه، فاصله ایجاد میکنه و میگه که تو از پنچیر هستی، صاحب این امتیاز هستی و ای از بلخ هست یا از هرات هست، صاحب این امتیاز گفته نمیشه. اما حرف ما چی هست؟ حرف ما ای هست وقتی که پشتون ها در قدرت میرسن هیچ گاه نمیگن که یک پشتون غلزایی در قدرت رسیده یا یک پشتون دورانی در قدرت رسیده، میگن یک پشتون در قدرت رسیده. وقتی که یک پنچیری اگر در قدرت میرسن ما میگم یک تاجیک در قدرت رسیده، نمیگم یک پنچیری در قدرت رسیده. هیچ گاه بین من و تو یا بین بلخ و پنچیر، بین بدخشان و پنچیر، هرات و پنچیر اصلا فاصله وجود ندارن. یک مردم است، اهل یک آیله هستن، یک زبان دارن. از گفته مردم یک بند تنبان شاید اسماعیل سامانی هم اگه تاجیک ها زاده شده و شکل گرفتن، ما نمیتونیم بگوییم که این تاجیک بدخشانی است، این تاجیک تا
تاجیکستانی است، تاجیک بلخی است. بین ما و بین بچه کولاب هیچ فرقی نیست، بین ما و بین بچه دوشنبه هیچ فرقی نیست، همگی ما تاجیک هستیم. یعنی که ما وقتی که اگر بگویم در اونمو جد و جهاد و دمو رزمیدن هایی که اگر برادر پنجشیری ما سهم داشت، ما هم سهم داشت. اگر بگویم که دیروز عامر صاحب شهید در قید حیات بود و از پنجشیر صدا میکد و حرف میزد، گذشته تر از او در کوپای های مارمول هم عامر صاحب ذبیح الله خان شهید بود، یک مرد بزرگی که به حد گفته مردم کوهای البرز عظمتش بود. حتی خدا به امرز عامر صاحب شهید، عامر صاحب مسعود در یک از صحبتهایش گفته بود که کاش که خداوند نیمی از تقوای ذبیح الله خان شهید بر ما میداد. یعنی که ذبیح الله خان شهید از او دست مردمایی بود، از او دست مردمایی بود که دوستا عزیز در مورد ذبیح الله خان کسایی که رفیقت هم کامنت های زننده در زیر لایف مانده رویست آمده نگذارش که با مجا بگرد. کامنت منطقش همی است که فروتن ازاره سو برادر، ازاره بودن هم خب شرم نیست، ننگ نیست. اگر ما ازاره بودم خب وقت گفته بودم که ازاره است. من سوئد فکر دیر جمعه در راحت دارم لکس باشم. ببینین ذبیح الله خان شهید کسی می باشد که عامر صاحب شهیدی را به خاطر چی گفته بوده؟ به خاطر که گفته حتی من حاضر شدم که عروسی کنم. یعنی من حتی حاضر شدم که عروسی کنم. ذبیح الله خان شهید تا زمانی که شهید شد عروسی نکرد. ذبیح الله خان شهید کسی بود که در غذای خود کافور منداخت، میخورد، میگفت هورمونای نفسانی مردانگی کلا در وجودم کشته شود، مبادا از من خطایی سر بزند. یک مردی بود که در دامنش نماز میخوندی میشد و حتی در شهادت از او حکمتیار یک مرسیه گفته بود برای ذبیح الله خان شهید. امو شعرهای معروفی که این تن غرق به خون نعش ذبیح الله است، امو شعرها کسایی بود، شعرهایی بود که در وصف عامر صاحب ذبیح الله خان شهید. یعنی که حرفی است که در اینمی جبهه وقتی که مردم سلحشور پنچیر دردانی را مانند احمد شاه مسعود شهید فدا میکنند در راه جهاد پیروزی جهاد مردم ما، به مو شکل مردم بلخ هم یک دردانی را به نام ذبیح الله خان شهید فدای اینمی روند راه میکنند و به مو شکل ده ها جای دیگر هرات، غور، بدخشان، همه ولایات ما همگی سهم داشته، همگی ما تاجیک هایی هستیم که همیشه در راه حفظ وطن متحدانه رزم میدیم، آزادانه بالاخره حرف زدیم، زندگی کردیم. روندی را که بنام جمعیت اسلامی اصلا ما تاجیک ها احیا کردیم و داشتیم پر از استادا بودن. از اولین کسی که بانیش بوده که استاد نیازی بزرگوار، بعدش استاد توانا، بعدش استاد ربانی شهید، بعدش همونطور آمده تا عمل استادا بوده، حتی تا استاد عطا محمد نور، تا همگیشان، یعنی همگیشان پسوند استاد یا پیشوند استاد در نامش بوده. یک روند روشن، یک روند روشنگری، یک روند مردم روشن با فرهنگ. ایدگاه ما فرق نداریم که خدای نخواسته در بین ما بتانه دشمن رخ نکنه و یک دیوانه و یک دیوانه پوچمرزی که با شاش مردم سالها سر خودش داشته و بیاید ما را منحرف کنه از لحاظ باوری و بگویه که تو پنجشیری یک بار به خاطر اغوای ذهن تو صدا کنه که پنجشیر درد من، زخم چلیک توی تو زخم تن من است، تو زخم خورده ای، من زخم خورده ای، ما زخم خورده ایم اما نمرده ایم. با این شعرهای ما به بارش، با این چیزهایی که اصلا
گفتی مردم سالها اینا کهنه شده، حتی درون مردم حل شد این شعارها در دور مقاومت خصوصا. با این چیزا نمیشه که آدم کس از ذهن شیوا کنه، نمیتونه اصلا کلا بگذاره. یک آدمی که در ارزش مانند احمد شاه مسعود شهید، احمد شاه مسعودی که هیچ اصلا ولا بلا که زبان و لایق توصیف احمد شاه مسعود نمیدانم، اصلا نمیتونم گفته که من اوصاف احمد شاه مسعود شهید در قالب چند حرف بیان کنم، خلاصه کنم. من یقین، من سراپا تقصیر، حتی لایق یاد کردن نام احمد شاه مسعود خود نمیدانم. یک انسان منفور دائم الخمر نجس پلید میآید به آدرس احمد شاه مسعود شهید، افتخار سرزمین ما، افتخار امت مسلمه، افتخار دنیای اسلام، افتخار تمام سنگ و چوب این سرزمین که نفس میکشه میتپه، احمد شاه مسعود در نفس خود احمد شاه مسعود کارنامه هایش یاد میکنه. من چطور میدانم که اصلا او آدم ببخشم که در آدرس احمد شاه مسعود شهید اهانت کده، دشمن داده، در گور احمد شاه مسعود شهید توهین کده، خانواده احمد شاه مسعود شهیده که نوک چادر خانم بزرگوار از او را هیچ نامحرم ندیده، او دشنام داده، او توهین کرده، او هر آنچه فرشی را که از مادر خود فرا گرفته بوده در آدرس خانواده احمد شاه مسعود بزرگ داده. او را او بیاید با بهانه، با مکارگی، با حیلگری بگوید که ما دیگه اصلا فری به کسی نمیخورم که مرا کلا بگذارن، که بگویم که اگر تو قوم و تبار تا دشنام دادی آدم خوب هستی، اگر ندادی نیستی. با گفتن چند لفظ در انتهی و پوچ بیایا مرا کلا بگذاره و دلایفم بیایا تفرقه بین قوم مپرته و مرا با ولایت دیگه خودم تجزیه کنه، بگویه که تو از این دست تاجیک هستی، ای از این دست تاجیک هست. آیا مگر ما مغز خر خوردیم؟ آیا مگر ما نمیدانیم که اصلا دشمن با چی مکارگی از مهره های کرایی روسپی خود استفاده میکنه علی ما؟ تاجیک ها یک قدر بیخرد هستن که اصلا در گپ توری احمقی که با شاش مردم کابل سر خود از زیر پل سوخته میشوش، دستوری خود از صبحانه میشوش، ما بیاییم گپ تو را قبول میکنیم؟ یا ما یک در احمق هستیم که مار از یک سوراخ ده بار ما را میزنن؟ ما آرزومند هستم که آنچه را که دوستای عزیز ما تا هنوز اگر اعتماد کرده بودن، قبول کرده بودن، من بعد قبول نکنم. انسان های منفور کثیف که در ارزش های خودشان هیچ قائل نیستند، در ارزش های خودشان چی که در تنشان قائل نیستند، در بدنشان، جسمشان بارها فروختن، جسمشان بارها مورد دستبرد اشخاص چی عیاش و فاسد ساختن، یعنی اونا دیگه در تن خود که بند نیست، در چی بند است؟ تا لباس خانم خود یک پودری آورده در بازار میفروشه، میره پولش پودر میزنه، تا چودی موی زن خود قیچی کرده میبره در بازار موی خود میخره، پولش پودر میخره. او چی هست دیگه که ما بندوازی از او باشیم یا به او اعتماد کنیم؟ کسی که در او اعتماد میکنه احمق است، اصلا احمقی است که شیر انسان نه شیر خرف خود. هیچ گاهی در قدری اعتماد نکنید و هیچ گاهی اصلا شما اینقدر ضعیف نشین که زیر تاثیر حرفای در انتهی و پوچی و احمق و ذهنتان نخوش شد. من زیاد کور گفتم، یگانه لایفی است که تا هنوز
در یک استقامت فکری حرکت کرده، مبارزه ما و شما مبارزه هویت طلبی، مبارزه حق طلبی و آزادی خواهی است. یعنی که لایف های دیگه که تغییر جهت داده تا هنوز گاه رفیق طالب شدن، گاه دشمن طالب شدن، گاه رفیق طور مثال چیا شدن، ازاره ها شدن، گاه دشمن شدن، جهت خود هر وقت تغییر دادن. و مهمان های شانم کسایی بوده که در بدل یک گفت و در بدل یک جایزه اصلا خود فروختن، هیچ انگیزه قاطع برای مبارزه نداشتن، حرف برای گفتن نداشتن. وقتی که اونا میبینن لایف ما و شما را و خدا حسادت میبرن، یعنی رشک میبرن، حسادت نشان میدن، کوشش میکنن که دوستای ما و شما را غیر مستقیم از طریق واتساپ ها پیدا کرده، ذهنیت بتن که در لایف از اینا نرین و در پایان لایف هم یک تعداد کسا را ذهنیت میتن که شما ریپورت بذارین. ما خود اینجا در رابطه با رکلام کردن خود ما حرف نمیزنیم. ما در اینجا کدام منافع شخصی پولی و مادی را ما گفت نمیزنیم که بگوییم که ما پشت گفت و جایزه میگردیم. وقتی که میخواییم حقیقت گرایی کنیم، تبیز که حقیقت تلخ است و او کسایی که حقیقت تحمل ندارن در صدد منحرف کردن لایف های ما یا برهم زدن. احمد طوفان همی کامنت های فاشی را لطفا مود کو. احمد طوفان بالا بیار. احمد طوفان او آمدن فکر کنم کام مشکل داشتن پس پایین رفتن، همی کامنت هم که مدیریت بکنه یک تعداد دشنام میدن. هیچگاه شما اصلا فروتن، من یک چیز که بار بار گفتیم برای شما اوی است که دینمی لایف وقتی که میایی از سر دوستا صدا که لایف حمایت کنن، یعنی خود دینمی مورد تنها یگانه چیزی را که به عنوان چیداری فراموشکاری دینمی مورد است. والا شرم می او ساشیوا که صدا کنم یک تعداد آدم های پس فطرت و گنده بعد می رفتن و چند تا کامنت قلبک کسایی که خوشدار صدای ما است از زمین با آسمان کوبیده نمیشه، حداقل بیننده ما را میتونن مدیریت بکنن. متاسفانه دوستای من بازیگوش است و یک تعدادش هم خفه است. او برادر من نزدیکترین دوستم یک پیام یک جای شنیدم به ما گفته که فروتن تشلواری است. او برادر 8 سال شده ای که من میایم چند تا جوانی که ناگای هموطن پنشیری خود نقد کردیم به معنای از این خدای نخواسته نیست که ما اعلان دشمنی کردیم حالا میریم داغوش اوغان. نه برادر، من فروتن اگر تنها میمونم با تنهایی مرا عادت ما دوستان میفهمه در این فیسبوک هم وقت گروپ بازی بود، ما کت یک دو تا اندیوال با وفای خود تمامی گروپ ها را شکست دادیم، ذلیل کردیم، زبون کردیم و در اون وقت و زمانش از بی بی گل تا اشرف غنی احمدزی مسخره عالم ساختیم. حالا من مطمئن هستم ملایبت الله حامی ملایبت الله بشک پرست طالب پرست را به زمین زدنی هستیم میزنیم و این دوستا هیچگاه فروتن مسیرش عوض نمیشه. یا از اگر ما با فایق مشکل پیدا کردیم یا مثلا جبران که از نام قهرمان ملی سوء استفاده کرده رویش انتقاد کردیم یک ویدو ماندیم، دشمنی نیست. والله کلی اینا را دوست دارم، ولی سبکای مختلف میاین، من فروتن حمایتگرشان هستم. من خدای نخواسته دنبال از این نیستم که اینا را تخریب کنم یا دنبال از این باشم که ما اوقدر جاه طلب باشم که دیگرها را نخواهیم. هر کسی که مرا میشناسه این می کسا که تعداد زیاد این آقای فیصل میگه فروتن میگه خودت در بغلت بزرگ میکنی بالاخره اولین توفی مندازه به سمت خودت. او برادر این اینا دین اینجا بزرگ میشن بعد میرن برعکس دور میخورن به خاطری که اونو یک تعداد دیگه که در مقابل ماست اونو را خوش ساخته باشن. یا مثلا نستوی پودری واری آدم میاین نزدیکترین دوست ما را مسیر شیواز میکنه تغییر میته. خب این گناه ما نیست، این مبارزه اینی میگه پارا داره. هر کسی با ما امرکاب بود هست و هر وقتی که میره خدا حافظش گذشته را ما دفن میکنیم، هیچ گاه نمیگیم که در کجا یا در کدام مسیج خانه یا در کدام گروپ خانه یا در کدام تماس تلفنی.
ما امیال با سختترین دشمنم کانال ارتباطی برقرار است، دروازه گفتمان باز مانده، هیچگاه بسته نکردیم. در سیاست ما دروازه دریچه گفتمان باز است، مبارزه سیاسی ما را ادامه میدیم، ولی ما شخصا هیچگاه به ناموس عزت شرف کس گپ نمیزنم و هیچ جرأت هم ندارم و راستی که استعدادش هم ندارم. اما اگر کسایی به ما تاختند در امی ارتباط هست، لشکری که باید بیای پاسخ بالمثل بده خرد و خمیر کنه، ایر مطمئن باشه هر کسی که به شرف و عزت ما استاد شیوا فیصل گرگ خراسان و امثال مگر ناموسی میتازه، باز لشکر میایه که بیادبی ماف بیادبی ماف دنشین خودش و همفکرایش نوشادر میگذاره که باز رقصی شادی های خوست و پکتیا و در لغمان ماشالله خب ایخی همی شادی و شادی بازی معروف است. حتی یک دنگولک میتن نسرقتی وره که دندم میکنه با شادی یک لنگه دو لنگه خیز میگیره. این لوگر واقعیت 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 مختری هستن، همه فکر دارن. این مختری کلان ازی اشرف غنی بود که از این بالا صدا میداد، از پایان گوزش میرفت اوغان کف میزد. بیادبی ما بیادبی ما دم یک گوز زدن که عوضی گوز بزنه گوی خود کت گریخت وطن طالب گرفت. او برادر ارتباط ما سکوت نمیکنیم. دوستان نخندین، این تاوی نیست، این وضع این تاریخ خواندن است، ولی ما تاریخ قسم میخوانیم که همی دوستای ما زیر نشین شوه، فراموش نکنن که بگم والا فروتن صحیح تاریخ وضاحت نداد. اینمی تو تاریخ گوی درگو داریم که اشرف غنی دمی گوز عادت کرده بود، هر دقیقه چیغ میزد. در امی پقتی مقتی پایانی بیادر دو سال پیش امی ناخداغا گوز میزنن گفته زد گوی خودکت، افغانستان تا آل از بوید مدفون یزی پاک نشده. اینمی تو گپا هست بزرگوارا. اقبال از ایمان شما خودم ملامت از ایمان استاد شیوا اگر کدام شعر داری بخوان و بعد خدافیزی میکنیم. و گرگ خراسان هم کسایی که در زدش بود کامنت های گنده ماندن، بعد به احترام استاد شیوا چیزی نمیگم، اگر نه بسیار حرفی زشت میگم. شما نباید به گرگ خراسان ایانت بکنین. گرگ خراسان برادر ماست، مردمه که چشم ماست، یک جوان با استعداد است، سبک خود داره، به خود همیت یک سبکی داره که نتیجه میده. وقتی نفتوی نادری میاد به ناموس مردم دو میزنه دشنو کد نمیکنه. دوستان نخندین، این تاوی نیست، این وضع این تاریخ خواندن است، ولی ما تاریخ قسم میخوانیم که همی دوستای ما زیر نشین شوه، فراموش نکنن که بگم والا فروتن صحیح تاریخ وضاحت نداد. اینمی تو تاریخ گوی درگو داریم که اشرف غنی دمی گوز عادت کرده بود، هر دقیقه چیغ میزد. در امی پقتی مقتی پایانی بیادر دو سال پیش امی ناخداغا گوز میزنن گفته زد گوی خودکت، افغانستان تا آل از بوید مدفون یزی پاک نشده. اینمی تو گپا هست بزرگوارا. اقبال از ایمان شما خودم ملامت از ایمان استاد شیوا اگر کدام شعر داری بخوان و بعد خدافیزی میکنیم. و گرگ خراسان هم کسایی که در زدش بود کامنت های گنده ماندن، بعد به احترام استاد شیوا چیزی نمیگم، اگر نه بسیار حرفی زشت میگم. شما نباید به گرگ خراسان ایانت بکنین. گرگ خراسان برادر ماست، مردمه که چشم ماست، یک جوان با استعداد است، سبک خود داره، به خود همیت یک سبکی داره که نتیجه میده. وقتی نفتوی نادری میاد به ناموس مردم دو میزنه دشنام میده، گرگ خراسان و امثال گرگ خراسان نیاز است برادر. پیش کلام حرف استاد شیوا نشون فروتن عزیز، دیگه تو را به خدا هم وطنی قسمت میتم، تو را به چیزی که میپرسی دیگه همی کسایی که میبینین گاهی طرف دور میخورن و گاهی طرف بالا نبیار دیگه. آرمانگرا را میارم رفیق، همی آرمانگرایی که گرگ خراسان واری میجنگه، اینمی کلش یک یک تا بالا میارم. تصمیم گرفتیم همی کلش مشهور میکنم، ویدوهایشون هم پاک پاک میمانم، ولی از کلشان خواهش میکنم که دینی میشه میه با امون روال و سبک اینمی برنامه صحبت کنن، دیدگاه نظر. اما چیزایی که باعث نفاق قومی میشه، باعث آدم های خوب از آره ها، آدم های خوب هم دارن، آدم های بد هم دارن. نباید ما به خاطر آدم های خوبش آدم های بد را، به خاطر آدم های بد آدم های خوب را مدف بگیریم. در صف پشتون هم انسان های خوبی است، اما شاید بسیاری هایشان آدم های زشت و گنده باشه. ما گنده هایش با سر و کار داریم، خوب هایش برادر ماست، در خور تمجید میدانیم. اگر من میایم میگم برادر فرهنگ لواتت از قندهار به تمام ولایت های افغانستان سرایت کرده، دلیلم دارم، اسنادم دارم. اگر من میگم فضای قندهار آنقدر تنگ و تاریک بود،
آنقدر فرهنگ در اوجا بیداد میکرد هموطنهای ناآگاه پشتونمان ای را سطحی فکر کردن، یک وقت متوجه شدیم که فضای لوگر هم بیادبی ما بیادبی ما بوی کونش تا به کهکشان رسید. در یک مکتب 500 تا شاگرد بلاتت شد. خراسانی تا چه غلص میکنن گفته همه که های پنشیری ما مغالگر ها هستن با والا بلای کلش نیست. آقای فیصل همی یک سه چار تا سو برادر، یعنی 99 درصد جوان های پنشیر همچو فیصل است برادر. نباید ما به خاطر دو تا آدم گنده و پیش بابین که بینی خدا میبینه او را بیاییم با کل مردم پنشیر مقایسه بکنیم. همی ظالمان است پروتان عزیز، با خدا که ما در بعض بحثان میرم می امی اجنده بسشون پنشیری پنشیر پنشیری پنشیر پنشیری پنشیر با خدا کدوم ده اصلا نشاید امی چی بگویم. بعض جا آدم باید بگه باید با افتخار بگویم، بعض جا بگویم چرا باید. با خدا آقای فیصل امی گرگ خراسان اینمی برادر ما را این اولین برنامه است که در برنامه ما حضور پیدا کردن. با خدا ما هیچ برنامه گرگ خراسان نه مشوره دادیم و نه از ما مشوره گرفته. متاسفانه تمام برنامه های گرگ خراسان اینم یک تعداد میگه گویا فروتن دستش پشت عزیز. فکر کنم دیشب گرگ خراسان از اینکه یک تعداد به ما فحاشی کردن، به خدا سوگند که ما تماس نداشتیم با گرگ خراسان، تعداد زیادی از کسا گفته که گویا فروتن گرگ خراسان روان کرده که برای یک تعداد حرفای زشت و رکیک بگه. ما تماس گرفتیم گرگ خراسان گرفتیم پنچیر گرفتیم، برادر ما است، پاره تن ما است، اندراب همچنان ما مردم مظلوم و بیچاره، درد مشترک، دشمن مشترک. ما نیاز نمیبینیم که بیاییم به خاطر چهار تا آدم گنده و گندیده به مردم شمالی به مردم پنشیر یا به مردم بدخشان حرفی زشت بگوییم. حال مثلا نستوی نادری را من میتونم که کل جوانای بدخشان مقایسه بکنم. بدخشان دارن که واقعا دستهایشون از بوسیدن است. بروتان عزیز ما یک گپ میگم بازم به خاطر همین کسی که دمی شب و روز خیلی علای ما خسته و گپ میزنه و دشنام میته و چیز گپ های رکی که زشت از دانش میبره، بگذارین از همین وطندارای عزیز که 197 شاید چه نمی 197 نفر یا 200 نفر 20 نفر 30 نفرش باشه، با پدر استاز پدر منستوی نادری که پرتو نادری است، فکر باور بکنین که شاید کسایی باشه که اسمس یا مسیج میکنن یا گپ های زد رکیک برش میگن، او همیا در لایف مردم دو میزنه دشنام میتا که اصلا هیچ جایی رو نمیگیره. همین کار رو نکنن، هیچ فایده نداره. بگذاری نی هر چی که میگه بگوی. همون مطال پیشترم که گفتم برات که یک ذر بل مسئله کس که میگن هر چی گویی با ما آدم بینن گوش گیرد متبر گردد، بگذاری یک روز دو روز سه روز چهار روز والا بلای هفته دوم خودش توقف میکنه. استاد شوای بزرگوار با صحبت های شما برنامه را اختتام میدیم. بیشتر شد؟ بله بله. ما یک شعر برای عامر صاحب شهید میخوانم. خیلی عالی. که یقینا جایشان تا ابد خالی است در میان همگی ما. انشاءالله در قلب ما هستن اما حضور فیزیکی شد. بله. سنگر در انتظار تو هست و تو نیستی، سنگر در انتظار تو هست و تو نیستی، یاران داغدار تو هست و تو نیستی. مسعود من به جای تو در سنگر نبرد، شمشیر آبدار تو هست و تو نیستی. ای پاس داره هندوکش پیر و دردمند، ای پاس داره هندوکش پیر و دردمند، نام تو یادگار تو است و تو نیستی. در سنگ سنگ میهن در خون نشسته هست، دیرست افتخار تو است و تو نیستی. ما رهروان راه تویم، بر لبان ما افسوس صد شعار تو هست و تو نیست.